حکومت آل خلیفه 24 شهروند شیعه دیگر را نیز سلب تابعیت کرد. بنا به اظهارات یک منبع قضایی رژیم آل خلیفه، دادگاهی در بحرین تابعیت 24 شهروند شیعه را با ادعای تشکیل گروه تروریستی سفر به عراق برای آموزش نظامی و تلاش برای کشتن مأموران پلیس سلب کرد. دادگاه عالی کیفری بحرین در چارچوب این پرونده ده نفر را به حبس ابد ده نفر دیگر را به ده سال زندان سه نفر را به پنج سال زندان و یک نفر را نیز به سه سال زندان محکوم کرد مقامات خلیفه همچنین روز چهارشنبه روند محاکمه هفت بحرینی دیگر را آغاز کردند بنابر ادعای مقامات امنیتی این هفت نفر متهمند که در ماه نوامبر به یک خط لوله نفتی مشترک با عربستان حمله کردند. همچنین به گفته یک منبع غذایی دادگاهی در بحرین روز سهشنبه سی دو شیعه را به اتهام واهی حمله به یک پاسگاه پلیس در دسامبر 2016 به سه تا هفت سال حبس محکوم کرد. شاید ذکر سازمان غیر دولتی دیدبان حقوق بشر در ماه فوریه آل خلیفه را متهم کرد. که به شکلی سازمان یافته تابعیت همه کسانی که با این حکومت مخالفند را با اتهامات و پرونده های ساختگی سلب می کند.